دوستای عزیز، پروردگار عظیم ما شما را آفریده است و رب ما شما را آفرید تا در خلقت ما اسما و صفات خود را تجلی بدهد، تجلی عملی و وجود اموت یک مخلوق اسمای خداوند متعال و صفات پروردگار عظیم را تبلور می بخشد. پروردگار ما غفور است. این مسئله غفاریت و بخشش و عفو ای وقت می شود که یک کسی به اختیار خودش گناه بکنه و اشتباه بکنه و غلطی بکند و بعد از این که اشتباه کرد و غلطی کرد، بعد از این می بینیم که نکته دوم مطرح می شود که بر می گرده به الله متعال و از اشتباه و غلطی خود و پروردگار عظیم رجوع می کند. با مجرد که رجوع می کند و رجوعش الله می پذیرد، صفت غفوریت الهی تحقق پیدا می کند و این انسان که اشتباه کرده و غلطی کرده و گناه کرده، این گناه و غلطیش هم در حقیقت به اختیار و اراده خودش کرده، کسی سرش به زور نکرده. پس ملائکه الهی اونها معصوم از گناه هستند و جز خیر شر نمی کند، از شهوت خلاص هستند. این طرف جمادات و حیوانات داریم که اونها از تعقل و اراده خلاص هستند. پس انسان مخلوقی است که از خود اراده دارد و اراده خود میتونه تعمیل بکنه، عمل بکند، اختیار کردن و نکردن را دارد. با این ملاحظه میبینیم که الله متعال به خاطر بقای همین انسان در روی زمین همه آن چیزی که سبب بقای همین انسان شود، سبب رشد همین انسان شود، سبب امن و آسایش همین انسان شود، او را برش آفریده است. پس زمین، آسمان، هوا، آب، میوه ها، حیوانات و هر آنچی که ما شما میبینیم، امیر پروردگار کلش پیدا کرده برای انسان تا انسان اراده خود خوب تمثیل کنه و در نتیجه تمثیل ارادیش صفات الهی تبلور پیدا کند، قهرش، عفوش، حلمش، مغفرتش، عطایش، کلش تحقق پیدا میکنه. اصل قضیه ایست که خدا آفرید ما را در یک مکانی که به امن ساخته شده است، زیبا ساخته شده است و هیچ نوع غلطی و اشتباه را شما در کائنات نمی بینین. هیچ نوع اشتباه، نه در شب، نه در روز، نه در بهار، نه در خزان، نه در میوه، نه در آب، در هیچ جای از این کائنات اشتباه نیست. و پروردگار ما برای امین نقطه ما را برای تعمق هم وامی دارد، میگه قل انظروا ماذا فی السماوات، در آسمان یک بار ببین چی گپ است، دقیق ببینش، بار بار برش ببین. فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر. پس این نظام هر قدر ما تعمق بکنیم به امو اندازه به عظمت الله متعال، به قدرت الله متعال، به علم الله متعال، به تسلط الله متعال بیشتر و بیشتر باورمند میشیم. ما شما را آفرید و ای آسمان و زمین و ای کل کائنات را در خدمت ما داد.
بعد پیغمبرها را یکی پی دیگر فرستاد تا آنچه که به واسطه عقل درک نمی شود به وحی به ما به بیان بگیرد. هرگاه وحی آمد مسیر ما شما را توجیه کرد به طرف خیر. در خلال از این وحی متطلبات به ما پیشکش میکنه که باز هم او صفات و او متطلبات که از ما میخواهد سبب رشد ما میشود، سبب عزت ما میشود، سبب خوبی ما میشود. در پهلوی از این بر ما میگه اگر این نظام را و این سیستم را اگر تخریب کردی باز ببین که عذاب میشی، در مقابل جزا میگیری، زیرا این نظام زیبا آفریده شده است، پس تو باید زیبا نگاهش بکنی و مقبول باید نگاهش بکنی، وش کنی، خرابش نکنی. این را برای ما شما میگوید. پس معنای از این گپم این شد که اصل در این کائنات امن است و ایمان هم از امن گرفته شده است. اسلام هم به این معنا در حقیقت میاد که به ما سلم و امن و آسایش را میخواهد. پس هیچ کس حق ندارد که ناامنی را ایجاد بکند، چی در درون وجود خودش و چی برای خانوادش، چی برای امسایش، چی در منطقش و چی در دنیا. آنقدر تأکید میکند دین که هر آنچی که سبب ناامنی می شود اگر تو به او طرف رفتی گناهگار هستی. غیبت کردن گناه هست، حرام است. چرا؟ سبب ناامنی یک انسان می شی. تهمت ناروا است. چرا؟ سبب ناامنی یک انسان می شی. دزدی حرام است. چرا؟ سبب ناامنی می شی. یعنی هر گناهی که اسلام عزیز برای از او گناه گفته و او را شما را منع کرده، وقتی که عمیق میشی باز میبینی که ناامنی ایجاد میکنی، یه امن را خراب میکنی. امن که خراب شد، مقصدی که ما برش آفریده شدیم او مقصد از ما گم میشود، زیرا در ناامنی فکر نمیتونی بکنی، در ناامنی نمیتونی که توانایی‌های درونت را به کار ببری، در ناامنی نمیتونی که ارتقا بکنی، رشد پیدا بکنی. پس هر گناه من حیث گناه وقتی که متوجه شوین در حقیقت وسیله و سبب برای ناامنی است و اسلام عزیز او را منع میکند و کسی که ناامنی ایجاد میکند در مقابل جزا میگیرد. پس هر گناهگاری که او مجرم شناخته شد و عفو و بخشش نخواست، تجاوز بر حریم کرد، در حقیقت باید جزا ببیند. این جزا باز ابعاد مختلف به حسب جرم خود دارد. ما یگان بار با کسای روبرو میشیم که امن ما را از ما میگیرد و چون امن ما را میگیرد، این امن به اساس فکر اگر باشد، به اساس عمل اگر باشد، به اساس تعامل اگر باشد، ما مکلفیت داریم که ناامنی را از خود دور بکنیم. و این ناامنی که دور میکنیم باز ببینیم یک کلان باب برای دعوت داریم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسن وجادلهم بالتی هی احسن. این پیام بزرگ را برد میده. یعنی تو باید پیام بدی، پیام بدی و کوشش بکنی که مفاهیم را درست و زیبا و زیباتر بکنی. دوستای عزیز، قرآن را که وقت خلاص بکنین با یک سلسله مباحث و داستانها و قصص روبرو میشین و قرآن کریم به خاطر که او قصص را برای ما تثبیت بکنه میگه احسن القصص، در رابطه با داستان حضرت یوسف علیه السلام میفرماید. کل داستان‌هایی که قرآن مطرح می‌کند او واقعیت است. در اوجا به اصطلاح قضایایی نیامده که اوجا ما شما را به طرف خدا نخواسته درو بکشاند.
قضایای شما در قرآن نمیبینی که مطابقت به واقع نداشته باشد، در اوجا اغراق شده باشد. ایتو نیست، چیزی واقعی را و هدفمند را برای ما شما پیشکش میکند. ما طبیعتاً من حیث فرد هم مسئولیت داریم و من حیث افراد اجتماع هم مسئولیت داریم که امن خود را حفظ بکنیم، نه به خود اجازه بدیم که ناامنی ایجاد بکنیم و نه هم به دیگر را اجازه بدیم. این مسئولیت ماست و اگر این مسئولیت را انجام ندادیم و بی تفاوت شدیم در رابطه با منکراتی که سبب ناامنی می شود، در حقیقت خود را ناامن می کنیم، خود را ناامن می کنیم. از این خاطر است که پیغمبرها آمدند تا پیام امن بدهد. دیگه پیغمبرها نمی آید. پیام پیغمبرها را که حمل می کند؟ کسایی که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. فرد فرد ما شما پیام امن را حمل می کنیم. فرد فرد ما شما پیام امن را حمل می کنیم و این مسئولیت شرعی و دینی ما شما هست. و چون وظیفه پیغمبران را فرد فرد ما شما انجام می دهد، خداوند متعال در شأن ما چی می گوید؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت ها شما هستین. چرا؟ به خاطر که به کارهای شایسته دستور می دهید، از کارهای زشت منع می کنید. پس کار پیغمبران را فرد فرد از این امت می کند. از این خاطر خیر امت است. ارگاه کار پیغمبرانه نکنی، در حقیقت عقب میری، تو باز خیر امت نیستی. امین نکته هم است که ما خیر امت باز نمیتانیم باشیم مادامی که امر بالمعروف نکنیم و نهی از منکر نکنیم. هرگاه ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم، مثل که رسول ما صلی الله علیه و سلم اصحابش را امتو تربیت کرده بود، امتو تربیت کرده بود، با اون مصداق قدم بگذاریم و حساس بوده باشیم، زنده باشیم، در حقیقت جامعه خود را حفظ میکنیم و مردم خود را حفظ میکنیم. پس از این که بگذاریم، فرد هم حق نداشت که ناامنی ایجاد کند و جامعه هم حق ندارد که ناامنی ایجاد کند، بالا حکومت هم حق ندارد که ناامنی ایجاد کند. فرد هم مکلفیت دارد که زمینه برای امن مساعد کند، جامعه هم مکلفیت دارد که زمینه برای امن مساعد کند، حکومت هم مکلفیت دارد که زمینه برای امن مساعد کند. هر یکی که وظیفه خود را نشناخت، در حقیقت مسئول است و مجرم است. جنگ مسلمان به خاطر امن است، دعوت مسلمان به خاطر امن است، دوستی مسلمان و دشمنی مسلمان به خاطر امن است. کلش امی هدف است، مقصود امی است. پس می‌بینیم که ما به خاطر احقاق حق مبارزه میکنیم، پیکار میکنیم، کشته میشیم، کشته میشن. در عین مبارزه پروردگار به ما چی میفرماید؟ و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. دشمنت ارگاه با مجرد که میلان به طرف صلح کرد، فاجنح صیغه امر است، قرینه صارفه وجود ندارد، دلیل بر وجوب است، برگرد به طرف صلح. یکون بار وضعیت را خوب نمیبینی، یا به تعبیر دیگر در حالت کامیابی هستی که دشمن را ختم میکنی، میگه خیر است، در امو لحظه هم کامیابی تا متوقف کن و به طرف صلح برو. زیرا میشود که بسا اوقات ما در جنگ غلبه پیدا بکنیم ولی بر قلب تسلط باز نداریم و دشمنی است و کدورت است. هر باری که، هر لحظه‌ای که او کسی را که ما شکست دادیم
تقویه شود، قوی شود، بار دیگه علیه ما استاد می شود. ولی اگر به طرف صلح میریم، قلب ها را فتح میکنیم. قلوب که فتح شد، معنای جنگ و دشمنی از بین می رود. از این خاطر رب ما چی میگه؟ اگر دشمنت که مسلمان نیست به طرف صلح رو آورد، به طرف برگرد. فجنح لها و توکل علی الله، ان الله سمیع علیم. به الله توکل بکو، اعتماد بکو. ببین که الله نیک شنوا و دانا هست، میبینه هم میدانه هم مشنود. کلمه ای که از زبانت بیرون میشه الله به او علم دارد. ما انگامی که متوجه شویم که مسئولیت حکومت در کل، مسئولیت کلانا و بزرگا در رابطه با صلح چقدر مهم است. یک طرف مسئولیت حکومت نشر دین. چرا دین برای امن است؟ دعوت برای دین. چرا این دعوت برای امن است؟ مبارزه برای احقاق دین، زیرا این دین وسیله امن است. این کار حکومت است. سرلوحه حکومت امی است. کار اصلی حکومت نشر دین، حمایت دین و دفاع از دین است. این کار اصلیش است. به این باید تلاش بکند، زیرا دین است که زمینه امن را مساعد میکند و زمینه عفاف و پاکی را زمینش مساعد میکند. این وقت میشد که حکومت در کار اصلیش کار دین قرار بدهد. از این خاطر شما در سوره مبارکه نمل یک داستان بسیار جالبی را به نام داستان حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس دارید. سلیمان علیه السلام تمام قوات نظامی خود را جمع می کند، از انسانها، از وحوش، از طیور، از کلش پرسان می کند، تفقد می کند. می بینه که در اینجا عمو هدهد نیست. کجاست؟ این مسئولم از قماندانم از درکش نیست. کسی میگه که نمیفهم که همینجا بود که گم شد. لحظه تیر نمیشه که حاضر میشه. یه کجا بودی؟ گفت رفتم یک شهری را دیدم، در اونجا یک ملکه است، یک پاچای است، زن است، حکومت میراند، ولی غیر الله را عبادت میکنه. به عوضی که به الله عبادت بکنه، سجده کنه، به غیر الله سجده میکند. حضرت سلیمان علیه السلام فوراً قضیه اصلی و هدفمند نظام را پیش روی خود میگیرد. این رقم است. ما در این جا باشم و در حضور ما و در این کل امکاناتی که ما دارم، شرک باشد، کفر باشد، این نمیشود. این خط را بگی و ببر و برای از این پاشا بتی و برش این پیام را برسان. این پیام برش برسان. هنگامی که بلقیس از خواب بلند می شود که بر بالای سینیش نامه کوچکی است. این نامه را می گیرد. می خواند و در فکر فرو می رود که این را کی به ما آورده؟ چطور به ما رسید؟ در این می اندیشد. هنگامی که را می خواند بسیار صریح است، بسیار زیباست، بسیار واضح است و این پیام را می گیرد که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمون. بس این نامه از طرف سلیمان است. سلیمان بشناس دیگه، یک عظیم شأن پادشاه است، امکانات دارد، قدرت دارد، توانایی دارد. به نام خدا برت آغاز میکنم که نهایت با رحم و مهربان است. بس سر از فرمان نتاز و تسلیم شو. بلقیس که پیام را میگیره، در بسم الله الرحمن الرحیم مفاهیم بزرگی معنوی را که خود جلب میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. در ذهنش میدهد، مفاهیم را برش میدهد. الله ذات واجب الوجود، مستجمی تمام صفات کلام، ذاتی که رحمان رحیم است. این کلمه را وقتی که میگیرد، در این نامه یک پیام واضح را برای بلقیس میدهد و
و او بلقیس برای که مسئولیت دارد جامعه خدا حفظ کند، از جنگ بیرونش بکند، از نبرد بیرونش بکند. به اصطلاح ما و شما که میگیم همه حلقه که یا چیزی گریه که با دست خلاص میشه، نباید او را با دندان خلاص کنی. در این متوجه میشه که سلیمان از ما چی میخواهد؟ چرا تو ما را تهدید میکند؟ عامل جنگ خود در اینجا درک ندارد. نه ما سر زمین عملیات کردیم، نه کسیش کشتیم، نه مالش گرفتیم، چرا این رقم گپ برای ما میزند؟ و این بسم الله الرحمن الرحیم هم پیام دهنده است. فورا شورای وزیرای خود دایر میکند و برای شورای وزیرای خود میگه که یا ایها الملأ، ای سرداران قوم، بزرگا، وزرا، القی الی کتاب کریم، نامه بسیار با عزت ما آمده، نامه بسیار با عزت آمده، کلش آرام میکند. کتاب کریم، انه من سلیمان، این نامه از طرف سلیمان است، انت یک پادشاه عظیم. و این نامه هم آغاز شده به نام خدا و دستور داده که باید برش تسلیم شویم. بزرگا و وزرا آواز خدا بلند میکنه، نحن اول قوت و اول بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ما دارای قدرت هستیم، یک دولت هستیم، نظام داریم، اردو داریم، امکانات داریم. این سلیمان چیکار است که ما را تهدید میکند؟ میتونیم از سرزمین خود حمایت بکنیم، از نظام خود حمایت بکنیم، توان جنگ رو داریم. ولی تو چون کلان هستی، قضایا را بهترتر خود بفهمی، تصمیم از تو است. بلقیس باز به جنگ نمی رود، میگه عامل جنگ را پیدا بکنیم. چرا ما می جنگیم؟ فورا پیام می داد که و اینی مرسلتون به هدیتین فناظره، من می فرستم یک هدیه را پیش سلیمان، بس می بینم وضعیتش را، نظامش را، امکاناتش را، تمدنش را، فکرش را، ای کلش را مطالعه میکنم، از او بعد باز تصمیم میگیریم. اگر سلیمان چیزی خوب به ما میدهد، ما میگیریم. اگر چشم دوخته برای زمین ما، به اینکه ما را مقهور کنه، ما را بی آبرو بی عزت بکند، باز میتونیم جنگ را ادامه بدیم. اموز که بسیار یک کاروان بزرگ از امکانات را، هدایا را، ای را کلش به سلیمان علیه السلام مفرستند. و سلیمان علیه السلام برش میگه که شما میخواین به واسطه مال، اتو میدوننی به مال، میخواین به مال مرا مخور کنین، مرا چوب بکنین و از هدفم کنار بزنید. خدا خزی کده بهترتر به ما داده، این چیزهای تا پس بگی، این مال و این هدایای تا پس بگی، این غلامای تا پس بگی، این دخترای جوانه که به ما روی کدی کلش پس بگی. ما کده زی کار نداریم، ما میخوایم که در زمین خدا حکم خدا بیاید و این تسلیم باید شوی. بلقیس مجبور میشود، خودش حرکت میکنه. وقتی که حرکت میکنه، حضرت سلیمان علیه السلام به خاطر که مغزش بشوید، به خاطر که فکرش عوض بکند، به خاطر که ببرد او را به طرف هدفش، ساختار را برش جور میکند، قصر شیشه ای را برش آباد میکنه. سر یک قصر شیشه ای چه قم اصارف میشود، این کلش را میکند. پیش رویش یک رژه قوی نظامی را برش تنظیم میکند، استقبال بسیار گرم امرایش میکند، کلش برای ازی که بلقیس بفهماند که ما برای مال تو، به زندگی تو، به قصر تو به هیچ ضرورت ندارم. فرق مشکل ما تو مشکل عقیده است، مشکل فکر است. این فکری که تو داری جامعه را ناامن میکنی، فکر شرک و کفر جامعه را ناامن میکند. بنان ما اجازه نمیتیم. دقیق شدین؟ ما اجازه نمیتیم. چیزی که الله برای ما داده بهتر است و نیک است. بلقیس وقتی که نظام را میبیند، فورا عقلش کار میده، میگه اگر شرک خوبش بود که شرک بتانه برای ما نظام بتا، خب ما با مشکلات باید روبرو نمی شدم، ولی شکست نباید می خوردم. تمدن در تضاد توحید نیست.
زندگی مقبول در تضاد دین نیست، بلکه خدا همه چیز را آفریده تا ما خوب زندگی بکنیم، مقبول زندگی بکنیم، با عزت زندگی بکنیم، مرفع زندگی بکنیم. دین از این خاطر آمده. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل دنیا برای ما تو آفریده شده است. دین آمده که بهترین زندگی را برای موت بدهد. از این خاطر تهدید ما میکنه که هیچ کس حق ندارد که حلال خدا را حرام بکند. هیچ کس حق ندارد. حلال و حرام را الله تعیین میکند. و حتی تهدید میکند کسی که از این امکانات دنیا استفاده نمیکند. و رهبانیت نبتدعوها ما کتبنا علیهم. از جان خود دین کشیدن، شای را سر خود حرام کردن، ما خود سرشیر خود لازم نکرده بودیم، ما خود کار نکرده بودیم. ببین عزیزایم، معنای گفم ایست که حکومت مسئولیت دارد، مسئولیت دارد تا زمینه امن را مساعد بکند. حکومت مسئولیت دارد تا نظام عدل را استحکام ببخشد. حکومت مسئولیت دارد تا عدل را تحقق ببخشد. کل ناامنی که ما داریم در افغانستان سرچشمهش کجاست؟ کل جنجالی که ما در مدتی که با او روبرو شدیم بی‌عدالتی بود. عدالت نبود. عدالت که نبود زمینه تخریب و جنگ و فرار و بدبختی یکی پی دیگری مساعد شد. چرا مجاهدین در بین خود جنگ میکردن؟ خاطر که عادل نبود. هر کس میترسید اگر فلانه صاحب بیایه حقوق ما را نمیده. اونجا خود دین نبود. چی فکر میکنین که جنگ های تنظیمی به خاطر دین بود؟ نه، حرف دین در اونجا نبود، معنای دین در اونجا نبود. کلش به خاطر قدرت بود و به خاطر از اینکه مظلوم واقع نشود، حقش کسی نمیده. از این خاطر میخواد میگه مجبور بودن باید بجنگم. بعد از او که این حکومت نو که آمد، این جنگ به خاطر چی بود؟ باز میبینیم که یک گروپ مظلوم واقع میشود، حقش داده نمیشود، اعتنا برش نمیشود. بعد از او باز میبینیم که چرا جنگ قرار میگیرد؟ به خاطر که تخریب فکر صورت میگیرد. دین آمده تا فکر را نگاه بکند. ابتذال، فحاشی، دین زدایی، دین ستیزی، این همش رواج پیدا میکند. یک تعداد محدودی مردم هستند شاید دوست داشته باشند که فیلمای مبتذل را ببینند. بسیار محدود انسان ها باشند که بی ناموس و بی وجدان باشند، میگه زنم دخترم رقم که بگرده و بگرده. ولی این ملت عظیم خو وقار دارد، حیثیت دارد، ناموس دارد، اینا خیره میداند. و تو ابتذال برش نشر بکن، تو بیغیرتی را برش نشر بکن، تو فحشا را برش نشر بکن، ای بازاران میشیند. یا از او میخوای چپ باشد، چیزی نگوید؟ امکان ندارد که چیزی نگوید. ولی اینا مقاومت میکند، اینا تغییر را میخواهد. فساد، دزدی، رشوت، این اوج میگیرد. تو باید اعتراض نکنی، تو باید چیزی نگویی. پس دوستای عزیز، مسئولیت حکومت امیست که دین خدا را نافذ بکند، شریعت الهی را نافذ بکند، حکومت را از آن خدا بداند، نه از شخصی خودش، نه از قومش، نه از حزبش، نه از سمتش، نه از زبانش. حکومت از خداست. این الحکم الا لله. زمینه باید مساعد بکنه برای رفع منکرات. تقییم باید بکند نظام را، ارزش‌های اخلاقی را تحقق ببخشد، استحکام ببخشد. هر حرکتی که سبب ناامنی می شود او را منع بکند. این ملت یک پارچه و واحد به قوم و به سمت و به حزب تبدیل می شود. با چی میگن؟
ما نمیخوایم که ارزش های 18 ساله را از دست بدیم. کدام ارزش؟ عمر خود ما بدانیم. قومگرایی ارزش است. حزبگرایی ارزش است. زبانگرایی ارزش است که تو بر ما میگی. نفاق ارزش است. کدورت و دشمنی در مابین مسلمان ارزش است. فحشا ارزش است. اختلاس و دزدی این ارزش است. پس این را بر من نگو. به نام حقوق زن است. برای خدا یک زن میخیزه سرش لچ، گردنش لچ و میشینه که من خود میخوام این تو زندگی بکنم. باید این بر من محفوظ بوده باشه؟ ابدا نه. این ارزش نیست و این ادب نیست و هیچ کس نمیتونه دفاع تام در این باب بکنه. این ملت 1.5 میلیون شهید به خاطر ازی داده که تو باید چادر سر کنی. به این خاطر داده است. این برای ازی نیست که چادر رو سپردی. پس وقتی که ارزش به معنای نظام باشد، به معنای وسائلی که ما را به طرف عدل ببرد، به طرف استحکام نظام ببرد، بلکل و ارزش است. پس دوست داریم که اداراتی که او نظام ما را نگاه می کند، اداراتی که نظم ما را نگاه می کند، اداراتی که اقتصاد ما را نگاه می کند، اداراتی که علم و اخلاق ما را نگاه می کند، بلکل این منافع ملی ماست، باید محفوظ بوده باشد و هیچ کس آدم باید اجازه بدیم که به اصطلاح سنگش بردارد. این باید باشد. ولی کار حکومت امیست که دامنش کلان است. حکومت حیثیت پدر دارد، حیثیت چوپان دارد. چوپان مکلفیت دارد که رمیش در بهترین چراگاه ببرد. شکمایشان گشنه است، میبرد. در بهترین سرزمین او را سیر میکند. پس با امانت به خانه هایشان میسپارد. کار حکومت ای است. در او جایی برش فرق نمیکنه که به اصلا مادش کدام است، نرش کدام است، خردش کدامش، کلانش کدام، همه را باید بچراند. حیثیت پدر را دارد. همیشه نوازش باید بدهد. احترام باید بگذارد. اهداف بلند را برای اولادش باید ترسیم بکند. تکریمش باید بکند. در فکر صحتش، در فکر تعلیمش، در فکر اخلاقش، در فکر زیربناهایش، در کلش باید برش باشد. مهمتری که سینش بسیار باید کلان باشد. کلان باشد. ناصح باید باشد. نصیحت باید بکند. نصیحتش باید دشمنانه نباشد. این مسئولیت هایش است. یکان بار یک بچه باقی می شود. غلطی می کند. راه ها را برش جستجو بکند که او را پس به سیرستم بیارد. به مسیر بیارد. این نکته مهمی است که باید بگیریم. و متوجهش باید باشه. پس ما ایتون میگیم که وقتی که حکومت خود را میگوید، پس کار پدرانه کند. در صلحی که ما امید داریم برویم به طرفش، بدروغ سرخ خطا را نکشد، خطوط قرمز را تعیین نکند، بشیند و حیثیت خود را بشناسد، دست نوازش کسش بکند، تنازل را بپذیرد. صلح تنازل از حق است، رسیدن به حق نیست. منافع بلند مملکت را تثبیت بکند، نه چوکی شخصی خودشان را، نه منافعشان را. عزیزایم، ما روزانه 200 نفر اقلا جوانای ما شهید می شود. 200 اقلا. حالا شما پرسان بکنین یک جوانی که در خانهش تابوتش می رود، خواهر، مادر، خانم، دختر، این چهار صنف خو دیگه آدم نمی تونه تعبیر بکنه که چی روزی است و چی آهی دارد. بنابراین پیام ما ایسته که طالبا خطوط سرختان بردارن، خطای قرمزتان بردارین، به طرف صلح قدم بگذارین، زیرا خدا بر تمیرا گفته که صلح بکن.
حکومت خطوط قرمز مرمز تبردار، بیا به طرف صلح و به تنازل قدم بگذار، زیرا از تو توقع بیشترتر است. دو حالت داری، یا میگی حکومت هستم یا میگی نیستم. اگر حکومت هستی سینت باید کلان باشد، شرح صدرت باید کلان باشد، مشوره را از اهلش بگی. دلیل الله برت عزت میدهد، خیر الله برت میده. اسلام ما عزیز ما این پیام را برای کی میدهد؟ و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله، میگه وقتی که جانب مقابلت کی باشد؟ کافر باشد. اگر مسلمان باشد چطور باز؟ که مسلمان جانب مقابلش باشه با چطور میکنیم؟ این را باز ما تعبیر از فتنه میکنیم. فتنه قبلا چی بود؟ جهاد. در جهاد مصروف بودیم، اگر پیام صلح داده شد صلح میکنیم. ارگاه جانب مقابل مسلمان باشه، خب تو نمیتونی که عنوان جهاد بدی. بعد از صلح با اولویت بیشتر پیدا میکند. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. امر الله چی از صلح است؟ به امر الله برگرد. و این جالب است که این نقطه را درک میکنه. پس اختلاف در بین یکو استثناء بکنین، چند تا اراذلی که علیه اسلام ما، علیه ارزش ما و علیه تاریخ ما گپ دارد، و متاسفانه که یگان بار ما مشنویم گپایشان را، این را در جایش بگذارین. مردم افغانستان استقلال کشورش را دوست دارد. در طول تاریخ مردم افغانستان کشورش برای استعمار نداده. بنان کی مخالفت میکنه که افغانستان آزاد باشد؟ کدام افغان است که بخواهد که نه ما میخوایم که امریکا در اینجا باشد؟ اگر این کلمه را کسی میگوید والله او انسان نیست. همه ما شما میخوایم که امیر زیلا براید، چی خیرش به ما رسیده؟ هیچ خیر توقع نکردیم و نمیکنیم. این شی است که اتفاقی است. ملت افغانستان میخواد که خارجی ها براید و ما کارش نداریم. ما کارش نداریم، زیر غیر شر خیر به ما نرسند، احسان سر ما بر نکنند. دو، حفظ تمامیت ارضی کشور ما. کی در اختلاف دارد؟ ما میخوایم که یک بلس خاک خود را بر کس نمیدیم. این از منافع ماست. این ما نگاه میکنیم، با خون خود نگاه میکنیم. سه، کی است که اختلاف داشته باشه که در کشور اسلام عزیز نافذ نباشد؟ ما گفتم یک چند آدم مبتذلی که باشن، اونا کسایی نیستن. دو حالت دارن، هر کسی که با اسلام ما دشمنی میکنه، با حکومت اسلامی مخالفت میکنه، دو حالت دارد. یا جاهل است، نمیفهمد، دین را نمیفهمد. دقیق شدین؟ کسایی که با حکومت اسلامی مخالفت میکند دین نمیفهمد، زیرا دین را در قواره این و آن و در قواره می جنگ های تنظیمی و در قواره یک تعداد دزدا، در قواره از اونها می بینند. از این خاطر با دین دشمنی می کند. هرگاه دین را بداند، دقیق درکش بکند که دین عدل را می خواهد، دین انصاف را می خواهد، دین نظم را می خواهد، دین رفاه را برات می خواهد، دین عزت را برات می خواهد، دین مساوات را برات می خواهد، دین اخوت و برادری را برات می خواهد، دین خوبی دنیا و آخرت را برات می خواهد، دین خوب اقتصاد و خوب علم و خوب صحت و خوب علم را برات می خواهد. کیست که با دین دشمنی می کند؟ پس با دین کسی دشمنی نمی کند. ما در نظام اسلامی و در تطبیق نظام اسلامی ما در اینجا مخالفت نمی کنیم و افغان ها مخالفت نمی کنند. این آرزوی دیرینیش است. 1.5 میلیون شهید را به خاطر این موضوع داده است. بله، دین به ما کسی غلط تعبیر نکند، دین را به ما غلط تعبیر نکند. نظام های دیکتاتور نظام های دینی نیست، نظام های دیکتاتور نظام های دینی نیست. نظامی که در فرق شور بخورد، فرقت بزند و بی آبت بکنه، به عزت بگین، دین نیست.
نظامی که در اختیار یک چند نفر محدود بوده باشه و اراده مردم را تمثیل نکند دین نیست. ویدک این رقم نظام ها را کسی به نام دین سر ما تحمیل نکند. دین لله الحمد والمنه نظامی دارد با مراتب مراتب از دموکراسی کده اراده ملت را خوبتر و بهترتر و دقیقتر تمثیل میکند. پس اسلام چیزی است که در اینجا کسی نیست که بر ما بگه که از اسلام کده خوبتر نظام برت میتیم. و ما اعلانم میکنم با هر کسی که در مشکل نظام سیاسی اسلام داشته باشد که از او بترسد که ارادیش تمثیل نمی شود، آرمانش تمثیل نمی شود، نظام اسلامی منافیش را تضمین نمی کند، می تونم رایش بشینیم، بحثم رایش بکنیم. پس اسلام ما بهترین نظام است، زیرا استوار بر عدل است، استوار بر عدل است. ما با دشمنا که دشمنی می کنیم، قرآن به ما میگه که عدل را در نظر بگیریم، با دشمنت. پس این هم چیز اتفاقی ماست. تمامیت ارضی کشور ما و تطبیق دین ما این اختلافی نیست. خب وقتی که در دین هم اختلاف نداشتی، در بیرون شدن قوت ها هم اختلاف نداشتی، در حفظ جغرافیت هم اختلاف ندانی، خیلی اختلاف در چی است؟ این را باید تثبیت بکنیم. چه رقم؟ در شیوه نظام دینی؟ در شیوه نظام دینی قابل بحث است. بس باید بشینیم چگونگی شیوه نظام را باید تعریف بکنیم و اسلام عزیز ما و اهل سنت و جماعت خوبیش در امیست. اهل سنت و جماعت که ما شما هستیم اصل نقطه در ایش جاست که ما میگیم نظام سیاسی در اسلام عزیز ما یک نظام اجتهادی است. او را به مقتضای زمان خود تعبیر میکنیم. از این خاطر پیغمبر ما علیه السلام خلیفه را تعیین نکرد. از این خاطر ابوبکر صدیق یک رقم روش اختیار کرد. حضرت عمر دیگر روش اختیار کرد. حضرت عثمان دیگر روش اختیار کرد. این تعدد قضایا برای چیست؟ که با ما مقتضای زمان خود نظام سیاسی را تعبیر می کنیم. قضیه است که به نشست ضرورت دارد، به بحث ضرورت دارد، به مذاکره ضرورت دارد و شیوه های وجود دارد که الحمدلله واضح و روشن است. چرا شیوه ها مختلف است؟ ما باید مظلوم واقع نشوم. این حق ماست. هر نظامی که می آید ما را باید مظلوم نکند. هر نظامی که می آید تو را باید مظلوم نکند. بس ارزی است. پس ما شیوه ای را باید اختیار بکنیم که مظلوم نباشیم. شیوه ای را ما چرا علیه فساد مبارزه می کنیم؟ چرا اختلاس را بد می گیم؟ چرا دیکتاتوری را بد می گیم؟ به خاطر اینکه عدل را از بین می برد. ما خود دیگه گپی نداریم. هر کسی که دزدی میکند حق ما تو را دزدی کرده است. هر کسی که دزدی میکند، هر کس که اختلاس میکنه در حق ما تو را دزدی کرده است. هر کس که زمین را غصب میکنه در حقیقت زمین ما تو را غصب میکند. بنابراین این قضیه قابل بحث است. از این خاطر اسلام عزیز ما در مابین مسلمان ها وادار میکند که باید صلح بکنیم و این را فتنه تعبیر میکند. با این بیاین خانواده بسیار چیز خورده است، بسیار خورده است. شیوه درازی را برای امن خانواده مطرح میکند. میگه کوشش بکن که خانواده دیندار بگیری، زنت از خانواده دیندار باشه، زیرا خانواده دیندار به اساس دین شرح صدر دارد، صبر دارد، مشکلات را ایجاد نمیکند. اگر پیدا شد برای شوهرش میگه که تو خود کلان هستی، شوهرش میگه تو خود کلان هستی، تو خود رئیس هستی. شیوه ها را برش معرفی میکنه، میگه نصیحتش کن، نشد جایت جدا کن، نشد قهر شو یکون چپات بزنش. که نشد فورا از خانه هر دو خانواده حکم را تعیین بکنی، یعنی از این خانه بیرون گپ نبراید. حکم من اهلیه و حکم من اهلها، کلانایش بخوای و اما تو پوتی کدی قضیه را حل کن، هیچ کس خبرم نشود. نشد باز برش میگه که خیلی یک طلاق بده و هم در طهر بده، دیگه ضرورت نیست. یک طلاق که برش دادی او میترسد و خود را اصلاح میکند. جالب داریسته که در باب حکمین میگه که این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما،
اگر این جانبین خیر را میخواهند و خیر را اراده بکنه، الله اینا را توفیق عنایت میکنه و این صلح در بین خانواده میه. بعد میگه و صلح خیر، و صلح خیر مبتدا و خبر است، صلح امی خیر است، قیدش میکنند. اگر تقدیمش بگه خیر صلح، خیر چی است؟ میگه صلح است. صلح چیست؟ صلح تنازل از حق است، قضیه را که به اساس گفتمان، به اساس حسب تنازل خصم و دشمنی را از بین ببریم، دشمنی را از بین ببریم. پس عزیزم، ما ایتو میگیم که حکومت لوی جرگه را شروع کرده است، اوجا اراده ملت را بگذارد که آزاد تعبیر شود، سر دهنای مردم پلستر نماند و کسایی که در اوجا حاضر شدن و میخواین حاضر شوند از خدا بترسند، حق را پت نکند، از اظهار حق عقب نشینی نکند، مصالح اولیای کشور را در نظر بگیرد و با صراحت در این باب استادگی بکند، با صراحت استادگی بکند، در اینجا به اصلاح آب را زیر کاتیر نکند، قضایا را درست و واضح و روشن مطرح بکند، و در این خیر است. پس ایتو نکنه که به نام لوی جرگه در روز استبداد رأی را بیارن، به نام لوی جرگه اراده ملت را احترام نگذارن، به نام لوی جرگه خطوط بیمعنای قرمز را تهدید بکند و بگه اگه ایتو شد شد، اگه نشد ما صلح نداریم، بلکه در اوجا سینه را باز بکند، راه را پیدا بکند و مخالفین را وادار بکند به استدلال درست و واقعی علمی و ملی به طرف مذاکرات. این اساس است و این را باید در نظر بگیرد. ما ارگاه اگر خواسته باشیم چنین مجلس داشته باشیم، من یقین دارم این یورید اصلاحا یوفق الله بینهم، اگر اراده ای ازی باشد، الله این خیر را از زبانشان بیرون میکند. ما شما در اینجا که هستیم مکلفیت داریم این پیام را برسانیم. هر کدامتان اگر افرادی را از این لوی جرگه مشناسین، اما تو برش بگوین از خدا بترس، اما جا که داخل میشی رب العالمین از تو پرسان میکند و تو میموری، تو میموری، تو نیست که نمانی، میمانی، اما تو مردن خو میموری اگر حق گفتی، الله برد پاداش میدهد، و اگر پول خوردی، ترسیدی و مسئولیتت را ادا نکردی، باز هم جوابگو خواهد بودی. این که نکته مهم است. شما فرد فردی را بگوین و این را در گوششان برسانین تا حکام بفهمد که اراده ملت چی است، تا حکام بداند که مردم افغانستان چی را میخواهد. این را باید بداند و این را باید دقیق بکند. خداوند متعال در کشور ما امن و صلح را برقرار بکند. رب العالمین خیر را به زبانهای ما جاری بکند. نفاق و شقاق را رب العالمین از کشور ما بردارد. الله متعال به لطف کرمش، به حرمت اسماء حسنایش در کشور ما امن و عدل و اخوت و عزت را نصیب مردم افغانستان بگرداند. سبحانک اللهم و بحمدک استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک.